ما نمیایم خودمون بررسی کنیم مثلا من و شما جنگ ما چیه این وسط، نمیایم اینجا بررسی کنیم، چون رهبر ما گفته آقا این یعنی این مشخصات ایمان رو نشون میده، این مشخصات کفر رو نشون میده، اونایی که با ما هستن هستن این و اونایی که نیستن دیگه میشن دشمن دیگه. الان دیگه بر بقایای یک انسان سلطلبی همچین کلیسایی تشکیل میشه که میاد میگه با ایمانان با بی ایمانان پیوند و همبستگی ایجاد نکنید. آیا میتواند بین پاکی و گناه پیوندی باشد؟ خیلی خوب، پس منی که مؤمنم یعنی پاکم، شمایی که مؤمن نیستی نجسی. اینم هست دیگه، اینجا هم هست، فقط مال اسلام نیست. ما ببینید اسلام در چارچوب مسائل سیاسی امروز جهان یکم مظلوم شده حقیقتا. ما فکر میکنیم فقط اسلام اینه، ولی ادیان دیگه هم هستن، همه اینن. ببین الان مرز کشید، اونی که مسیحیه پاکه، اونی که مسیحی نیست پاک نیست، ولی چون بازی های سیاسی داغ شده و بازار تروریست داغ شده و بازار اینجا چیزها، یکم حقیقتا اسلام رو بی انصافانه میکوبن، یک طرفه میکوبن. یعنی اون چیزی که میگن تا حد زیادی درسته، ولی راجع به چیزهای دیگه هم باید بگی، حداقل بگی که آقا فقط این اسلام نیست که اینجوریه، مسیحی هم اینه، یهود هم که خوندیم اونه، گردن اولاغ رو میشکنن. خب راه نجات ما چیه الان؟ راه نجات ما چیه؟ حالا دیگه اینو خوندیم دیگه، بقیهش هم همینجوریه، ادامه پیدا میکنه، ایمان و بی ایمان رو نمیدونم، این کافره و اون پاکه و. خب راه نجات ما چیه الان؟ الان ما فردا از مسلمانی در میان بریم مسیحی بشیم، ما اون بهتر. خب یه 10 سال هم مسیحی بشیم، بعد اینا رو یاد میگیریم، ما بابا اینم که همونه که در میان بریم یهودی شیم. نه بابا، اونم گاو میارن میکشن، گاو شاخ میزنه، نمیدونم آشپزخونه میبرن اونجا، کوفتن به آدم نمیدن و نمیدونم چیکار میکنن و اینا. خب بریم بهایی شیم. خب بهایی شیم. خب بهایی چیه؟ بهایی هم یه چیزیه مثل بقیه. حالا من سر فرصت راجع به بهایی صحبت خواهم کرد. یه عزیزی از طرف بهاییان پیغامی داده بود که آقا جان بهایی یک دین جهانیه، به این خاطر نوروز هم چون میخواد جهانی بشه و نمیدونم امکانات جهانی شدن رو داره و اینا، که اصلا من ربطی به اینا بین این دوتا نمیبینم چه ربطی داره این دوتا با هم، روی مسئله صحبت خواهم کرد. ولی عرض کنم خدمت این عزیز که من شخصا هیچ مشکلی نه با بهایان دارم، نه با مسلمانان دارم، نه با یهود دارم، به من مربوط نیست. شما هر دینی داری به خودتون مربوطه. من از نقطه نظر دینی با این در اینجا با شما صحبت نمی کنم، نه از نقطه نظر سیاسی صحبت می کنم، من رو نظر انسانی من دارم صحبت می کنم اینجا. توجه محور توجه من انسانه. اگر اون چیزی که انسانی نیست نیست دیگه، به درد انسانیت نمیخوره، به درد من نمیخوره. حالا من نمیگم این دین به درد انسانیت میخوره یا اون دین به درد انسانیت نمیخوره، ولی در این چیزهایی که به طور پراکنده من میدونم از دین بهایی، البته چند تا دوست بسیار خوب دارم از بهاییان و دوستای بسیار خوبی هستن و من مشکلی با این مردم ندارم، ولی یک سری شعارهایی هست در این دین مثل شعارهای اسلام که مثلا میگه لا اکراه فی الدین، در دین اکراهی نیست. اگر اکراهی نیست، خب دیروز سپاه پاسداران اطلاعیه داده اونجا که ما برخورد میکنیم با ضد دین. اگر اکراهی نیست، خدا خودش میرسونه این جزا رو. خب دیگه تو چرا دیگه سپاه گرداتش تشکیل دادی؟ گردا واسه یک اسمیه که آدم تنش میلرزه، خدا وکیلی، خدا نکنه کسی به اون گردا بیفته. خب اگر اکراهی در دین نیست این چیه؟ حالا شما اگر بیا بگی که آقا این اون اسلام نیست، آقا من دیگه زیر بار نمیرم، چون
شما یک بار به من فرصت میدی، دو بار به من فرصت میدی، اگر من 10 بار بیام اینجا، هر بار دروغ بگم، هر بار اشتباه بکنم، هر بار کاری که قرار درست انجام بدم غلط انجام بدم، دیگه رو من سرمایه‌گذاری نمی‌کنی، ریسک نمی‌کنی، میگه آها این آدم به درد کار تو این دفتر نمی‌خوره، اینو بیرونش کنید یکی دیگه بیاره. این ادیان الهی 2000-3000 سال وقت داشتن دیگه، آزمایششون رو پس دادن. آقا من چقدر وایستم؟ آقا نماینده اسلام غیر از خمینی کیه؟ آقا این نماینده اسلام ما غیر از پاپ نماینده مسیحیت الان کیه تو این جامعه؟ پاپ دیگه. خاخام های یهودی هم آقای دالای لاما مثلا رهبر بودایان، نماینده بودایانه، نمیدونم هندو یه جور. خب اینا هر کدوم چیز دارن میکنن دیگه، رهبریت میکنن یا نمایندگی میکنن دینشون. حالا تو بیا بگو نه این اون نیست، خب اون نیست اونو بیار، اون که من ندیدم که کو خوبش کو. ما تا چند سال صبر کنیم این نیست اون نیست؟ اصلا چه اجباری داریم ما زیر بار اینا بریم؟ ولی گفتم که یه سری شعارهایی هست در بهایت، اینه که مثلا میگه وحدت ادیان الهی. آقا شما چه وحدتی میخوای به وجود بیاری؟ بین میگن یارو رو تو ده راه نمیدادند، بعد سراغ خونه کت خدا رو میگرفت. آقا شما خودت تو ایران جایی نداری، نماینده دین اسلام حضرت آیت الله خامنه ایه که شما از دستش فراری هستی اینجایی الان. خب شما این شما رو قبول نداره، بعد تو میای میخوای میانجی بشی، اینو با پاپ آشتی بدی. خب این یه دونه آدم تنها، یه خامنه تنها، خار مادر ما رو به عزای ما نشونده اینجا. یک ملتی رو اونجوری گوسفندوار داره شیرشون رو میدوشه، روشون هم سواره، یک نفر به تنهایی. حالا شما فردا بیا خامنه ای رو متحد کن با پاپ اعظم. خب دیگه من اروپا رو ندارم دیگه بشینم، فرار میکنم. خب آقا پیغام میدی که این آقا مخالف کافره. خب بعد اینو پیوند بده، متحدش کن با کی؟ خاخام یهودی. خب شما کل جهان رو ناام کردی که این اتحاد به چه درمی؟ اتحاد یعنی چی؟ شما میخوای بیای خامنه ای رو متحد کنی با پاپ. حالا متحد کن، فردا ببینم شما دیگه تو این اروپا میتونی بمونی که دم از وحدت ادیان الهی بزنی؟ یا بهایت یک دین جهانیه؟ آقا این جهانی که شما میگی یعنی چی؟ اسلام هم میگن دین جهانیه، یهود هم میگن دین جهانیه، مسیحیت هم دین جهانیه. میلیون ها دلار اینا سالانه دارن خرج میکنن، مسیونر مذهبی میفرستن این ور دنیا اون ور دنیا، همه بیان مسیحیشن دیگه. نیست مگه؟ میخوان جهانیش کنن دیگه، پیغام عدل الهی رو دارن اینا. خب این جهانی شدن شما چه فرقی با بقیه میکنه؟ شما میخوای بری جهان رو بگیری همه بشن بهایی. خب همه شدیم بهایی الان، بسم الله. حالا فرض کنید آیت الله خامنه ای را متحد کردید با پاپ اعظم، با خاخام یهود، با دالای لاما، با کی با کی اینا رو متحدم کردید، و فرض کنید که اینا متحد شدن و آدم های خوبی هم بودن، ما رو نکشتن، ما موندیم اینجا. خب چیکار کنیم آقا؟ آقا شما بیا روزی 5 بار نماز بخون، روزه بگیر، عرق نخور، سیگار نکش، نمیدونم. خب این که شد همون اسلام که من داشتم که. خب من از اون فرار کردم اومدم اینجا. من دوست ندارم یکی سی دیگه به من بگه آقا روزی 5 بار اینجا نماز بخون، نمیدونم عرق بخور یا عرق نخور، سیگار بکش یا سیگار نکش. آقا زندگی شخصی منه، به کسی چی مربوطه؟ ببخشید. و خیلی چیزهای دیگه هم هست تو این وسط. حالا من امشب آمادگی نداشتم اصلا راجع به بهائیت صحبت کنم، ولی چجوری یادم افتاد دیگه نمیدونم، یه حرف میاره.